اعتراف وزارت دفاع رژیم به حمله پهپادی به مجتمع مهمات و تسلیحات وزارت دفاع رژیم در اصفهان. اما این یه پد آفنده هم فواه چهران نمیدونم چی این یا یه پهپاد بود درسته؟ یه پهپاده وزارت دفاع رژیم پس از حمله پهپادی به مرکز مهمات و تسلیحات آن در اصفهان که قابل انکار نبود اعلام کرد شامگاه 8 بهمن 1401 حوالی ساعت 23:30 حمله ناموفق با استفاده از ریز پرنده به یکی از مجتمعهای کارگاهی وزارت دفاع صورت گرفت و خوشبختانه با پیشبینی‌ها و تمهیدات پدافندی صورت گرفته یکی از آنها مورد اصابت پدافند هوای مجتمع و دو فروند دیگر آنها در تله های پدافندی گرفتار و منفجر شدند. تلفات جانی هم در کار نبوده و آسیب جزئی به سقف کارگاه وارد شده است. تلویزیون رژیم با تایید انفجارها گفت دیشب یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان هدف اقتریز پرنده قرار گرفت که یکی از آنها هدف اصابت پدافند هوای مجتمع قرار گرفت و دو فروند دیگر هم در تله های پدافندی گرفتار و منفجر شدند. میخوام گفتگو بکنم با آقای محمد رضا جان نصاری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان که همکنون پشت خط تلفنی ما هستند. جزئیات بیشتر را از زبان شما میشنویم. همطور که شما به خوبی اشاره فرمودید این حمله شب گذشته حوالی ساعت 23:30 دقیقه به یکی از مجتمعهای کارگاهی وزارت دفاع در شهر اصفهان انجام در حاشیه شهر اصفهان انجام گرفت. صدای انفجاری که شنیده شد از صدایی بود که پدافند اون ریز پرنده رو مورد اصابت قرار داد. همطور که شما اشاره کردید بله. فقط به سقف یکی از سوله های اون مجموعه خسارت جزئی وارد شده. به گفته منابع مطلع مرکزی که هدف قرار گرفته است کارخانه موسوم به توحید در حد فاصل دو خیابان مینو و مهدیه در بلوار موسوم به خمینی اصفهان است و دست کم یک سوله در این محل مورد اصابت قرار گرفته است. تایید حمله به مراکز نظامی رژیم توسط امیر عبداللهیان وزیر خارجه رژیم. خبرگزاری نیروی تروریست قدس 9 بهمن وزیر خارجه در خصوص حمله پهپادی به یکی از مراکز نظامی در اصفهان گفت چنین اقداماتی نمیتوانند خللی در اقدامات متخصصین ما برای پیشرفت ایجاد کند. از سوی دیگر آسوشیتد پرس در گزارش خود خاطرنشان کرده است که اصفهان دارای یک پایگاه هوایی بزرگ برای جنگنده های F-14 می باشد و همچنین مرکز تحقیقات و تولید سوخت اتمی است. اما رژیم در مورد اینکه در محلی که هدف قرار گرفته چه چیزی تولید می شود سکوت پیشه کرده است. میراج نیوز استرالیا نوشت بنا به گزارش‌های منتشر شده در کانال‌های محلی یکی از تأسیسات هدف قرار گرفته شرکت مونتاژ پهپادهای شاهد 131 و 136 بوده است. اورشلیم پست به نقل از چند منبع اطلاعاتی حمله پهپادی به سایت‌های نظامی رژیم در اصفهان را به رغم ادعاهای رژیم موفقیت خارق‌العاده‌ای توصیف کرده است. اورشلیم پست گفته است 4 انفجار در تأسیساتی که سلاح‌های پیشرفته تولید می‌کند به وقوع پیوسته و خسارات بسیار فراتر از آسیب جزئی سقف است که رژیم ادعا می‌کند.